سلام، امروز در آزادی آنلاین درباره مناسبت با کمبغل و بای در تاجیکستان صحبت میکنیم و هم درباره آن که چرا مقامات اجازت نمیدهند به فرزندانتان نام دلخواهی خود را گذارید. هم میبینیم که چگونه مهاجران پشت در اداره های مهاجرت روسیه ساعت ها منتظر میشوند. نام شهباز رجبزاده کارمند سابق گمرک این هفته در همه جا ورد زبان بود، چی در فیسبوک، چی در اینستاگرام و چی در صحیفه رادیو آزادی. از بس که مقامات تفتیشاتی فعالیت های او را با وجود گمشو گفتن رئیس جمهور و علامت های واضح از جنایت تفتیش نکردند، بسیاری ها عصبانی شدند. نسبت رجبزاده شهباز در مقامات یگنتی یگم عرض شکایت ورود نشده است و نسبت وی در مقامات یگنتی یگم خیلی تفتیش سنجش بوده نمیشود. کاربری به نام در وبسایت رادیو آزادی نوشته است ساختارهای قدرتی از ترس پرونده آغاز نکردند. هزارها جوان با گناه خرد جزای سخت گرفتند چون یگان پشتیبان ندارند. به قول این کاربر قانون در تاجیکستان تنها برای مردمی نادار و بیچاره است. ناظر نوشته است پرزیدنت با این کارش نشان داد که در تاجیکستان دادستانی و نظام دادگاهی وجود ندارد. به قول ناظر مگر آژانس مبارزه با کرپسی حق ندارد که از پیش خود به شکایت کسی قانون شکنی واضح را تفتیش کند. دلربا حکیموا در فیسبوک نوشته است که اگر کمبیزات یگان سوم میدوزید او را به قول برده گاو سود میکردند. اینکه پولدار است آزاد است و ممکن است وظیفه هم بگیرد افسوده است دلربا. امید جان هم در فیسبوک نوشته است اگر سرزنش و جنگکنی پرزیدنت که برای تفتیش کافی نباشد پس نمیدانیم چی باعث شده میتواند. از نام شهباز رجبزاده بگذاریم به نامگذاری در تاجیکستان که دو روز اخیر بحث و دعوا سر آن ادامه دارد. مقامات به چند نفر اجازه ندادند که به فرزندانشان بعضی از نامهای را گذارند چون قابل قبول نبودند. امیلیا، اوتونوی، میسریا، اسمیرا، انفیسا و لیما. نامهای غیر معیاری توچکی هستند که خلاصه گروه کاری کمیته کاکتوس از این تصمیم مقامات عصبانی شده است که در صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است کاری آنها به نام فرزند من چی؟ میخواهم به او بابیگ نام میگذارم چون کاری شخصی من است. خوشروز آریان نوشته است کاری درست میکنند که اجازه نمیدهند چون که ممکن است بعضی از والدان به بچه‌هایشان نامهای خنده آور و بی‌معنی گذارند. به نوشته این کاربر ممکن است فرزند از نام خنده آور تمام عمر مسخره شود و اذیت کشد. سمیرا قربانوه در فیسبوک بر رهبر کمیته زبان گفته است باور کنید ما از نامها دیدم مشکلی های جدی دیگر داریم. برای مثال خوب میشد با کتاب های درسی و لهجه که معلمان مکتب های میانه و عالی حرف میزنند توجه خاص میدادید. حالا نوبت ویدیوهای شماست که از تاجیکستان و روسیه به ما میرسند. این ویدیو از یک اداره مهاجرت روسیه است که مهاجران سرگردانی در پس درهای آن را خوب میدانند. Находимся в ПМС Красногорска. Мы уже второй час как в очереди. Не хотят никак обслуживать. И второй час и обращаемся к миграционным службам или там к министру иностранных дел. Разберитесь. Вот так очередь целая. Уже третий час так и стоим. Надо на это обращать внимание и порешать этот вопрос. واقعا فرستادن ویدیو کاری مشکلی نیست. بیننده های عزیز شما هم می توانید به همین رقمی که می بینید به ما ویدیو و عکس و نوارهایتان را بفرستید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایمو هم داریم. امروز فرستید در برنامه دیگر می بینید و تا دیدار در برنامه آینده.